مرجعیت شیعه آیت الله عظما شیرازی مدزله، اشایر فریختگان و جوانان کشور عراق را به اتحادی یک پارچه دعوت کردند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم الله ایشان که میزبان جمعی از رؤسای اشایر عراق بودند طی سخنانی فرمودند انقلاب سال 1920 میلادی عراق بر ضد استعمار انگلیس دلاورانی را تربیت کرد که با رهبری آیت الله شیخ میرزا محمد تقی شیرازی قدس حسر روح، قوی کشور جهان را در آن روزگار به زانو در آورد بریتانیا در مقابل تنها 5 میلیون عراقی ناکام ماند و این امر محقق نشد مگر با اتحاد ملی و یک مردم و اطاعت از مراجع شیعه آیت الله عزما سی صادق حسینی شیرازی مدظله در ادامه سخنانشان تاکید کردند استعمار انگلیس تا به حال دو بار از مرجعیت شیعه و خاندان شیرازی به شکلی جبران ناپذیر شکست خورده است و امروز ملت عراق ثابت کردند که فرزندان همان دلاورانی هستند که با اتحاد و همدلی با جان و مال خود در مقابل دشمنان سفارایی کردند و پیروز شدند ایشان در ادامه اشایر و قبایل غیور فریختگان و جوانان کشور عراق را به همدلی و اتحاد ملی فراخواندند و بر اهمیت دادن بیش از پیش به امور مربوط به جوانان به عنوان آینده سازان کشور عراق تاکید کردند مرجعیت شیعه در پایان سخران خود فرمودند جوانان عراق در زیارتهای میلیونی و مناسبت های مذهبی ثابت کردند که در راه امام حسین و ائمه اطهار علیهم السلام دار و ندار خود را فدا می کنند و ما امروز بیش از هر زمان نیازمند آن هستیم که جوانانمان را در چارچوب فرهنگ و دستورات اهل بیت علیه السلام تربیت کنیم گفتنی است شیوخ قبیله ها و اشایر کشور عراق جهت دیدار با مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی و اعلام حمایت همیشگی خود از مقام شامخ مرجعیت به شهر مقدس قوم سفر کرده بودند که در پایان دیدار خود با آیت الله شیرازی ضمن ابراز پیروی خود از مرجعیت شیعه اعلام کردند تا خون درگهایشان جاری است زیر پرچم حسینی مرجعیت شیعه به راه ایشان که همان راه رسول خدا صلی الله علیه و آله است ادامه می‌دهند